احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ساعتی پیش تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. این نهمین سفر محمود احمدی نژاد به آمریکا در 8 سال ریاست جمهوری اوست. آرش سیگارشی نگاهی دارد به حاشیه های این سفر و سفرهای قبلی. سفر خواهیم کرد به سازمان ملل و مواضع ملت ایران رو درباره صبح امروز فرودگاه مهرآباد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. حالا او رکورددار سفر به آمریکاست. قبل از او علی خامنه ای و محمد خاتمی به عنوان رؤسای جمهوری تنها 3 بار به نیویورک رفته بودند. این نهمین سفر احمدی نژاد به آمریکا در 8 سال گذشته است. سخنرانی های او در سازمان ملل همیشه جنجالی بوده. این بار گفته است 3 ماه روی سخنرانیش کار کرده و 12 بار متن آن را ویرایش کرده. 22 شهریور 84، 2 ماه پس از آغاز ریاست جمهوریش به آمریکا آمد و از تغییر ساختار سازمان ملل گفت. 28 شهریور 85، احمدی نژاد که دوستان جدیدی در آمریکای جنوبی پیدا کرده بود، ابتدا به ونزوئلا رفت. سفر دوم او به نیویورک بیشتر تحت تأثیر اظهارات او درباره هولوکاست بود. احمدی نژاد گفت جهان بدون اسرائیل امن‌تر خواهد بود. این اظهار نظر موجب واکنش جهانی علیه او شد. 1 مهر 86، پرحاشیه ترین سفر احمدی نژاد به نیویورک در سفر سوم بود. درخواست او برای بازدید از محل حملات 11 سپتامبر از سوی مقامات شهر نیویورک رد شد. بعد هم که در دانشگاه کلمبیا، آزادی ها در ایران آزادی های واقعی و حقیقی است. او گفت در ایران همجنسگرا نیست و آزادی کامل وجود دارد. 3 مهر 87، 4مین سفر احمدی نژاد هم با انتقاد او از اسرائیل همراه بود. همزمان احمدی نژاد خواستار سفر به کالیفرنیا شد که دولت آمریکا با این درخواست مخالفت کرد. 31 شهریور 88، باز هم هولوکاست را رد کرد و باز سران دیگر کشورها سالن را به هنگام سخنرانی احمدی نژاد ترک کردند. در سفرهای قبلی احمدی نژاد مخالفان او تجمع می‌کردند، اما در سفر سال 88 نیویورک شاهد حضور هزاران ایرانی معترض بود، آن هم درست 3 ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88. 28 شهریور 89، هرچند قبلا احمدی نژاد خواستار دیدار از محل حادثه 11 سپتامبر و ادای احترام به قربانیان این حادثه شده بود، اما در سفر ششم به نیویورک او واقعه 11 سپتامبر را زیر سوال برد و خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب برای آن شد. 28 شهریور 90، احمدی نژاد در حالی به آمریکا وارد شد که ابتدای سال 90 هم برای شرکت در اجلاس خلع سلاح بین‌المللی به نیویورک رفته بود. 1 سال 2 سفر، این هم رکوردی برای او بود. این سفر او همزمان با افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران شد، اما احمدی نژاد در سازمان ملل باز از مدیریت بر جهان گفت. 1 مهر 91، تا ساعتی دیگر احمدی نژاد به نیویورک میرسد. 2 سال است که حامیان سابق او در ایران به منتقدانش تبدیل شدند. همین امروز آنها لیست همراهان احمدی نژاد را منتشر و انتقاد کردند، از اینکه احمدی نژاد برای 2مین سال پیاپی خانواده و نزدیکانش را در 1 سفر ظاهرا کاری همراه برده. این آخرین سفر احمدی نژاد برای شرکت در نشست سالانه سازمان ملل در 8مین سال ریاست جمهوری است. سال دیگر مهر یا شهریور فرقی ندارد. ایران رئیس جمهوری دیگری دارد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.